سال 98 یکی از گلهای خاطر انگیز در مقابل امریکا که دیگه خود صحبت کن، در مورد بهش گل زدی و عصبانی بودی و نمیدونم داد میزدی و من خاطرات خیلی خوبی از تیم ملی دارم. در ضمن یه سری خاطرات خیلی تلخ هم داشتیم با تیم ملی. در سن 19 سالگی من از جام ملت‌های 96، حالا در مورد این گل اگه بخوام بگم، دیگه دقیقه 83 بازی اون فشار بازی امریکا با من با 21 سال سن، می‌دونید شما بعد از زدن یه همچین گل مهمی خیلی باید خوشحال باشید. بعد این بازی استرسش بالا بود و فشار داشت که حالت عصبانی بعد از منصور هم دستت بود بهش پاس ندادی ها. حالا اون از من دیگه کسی نمی‌دیدم. حالا با تجربه اینکه همیشه این توپا رو پاس می‌دادم ولی نمی‌دونم این بازی فقط خیلی خوب نزده زرمت قبول دادی؟ دروازه‌بان خیلی خوب زاویه رو بسته بود و من تنها فکری که به ذهنم اومد این تو باید با روی پا بزنم که اگر گرفتم از دستش در بزنم. همونجور شده خود به دستش. و یه گل دیگه به عراق زدی توی مقدماتی 2002. تو تهران. تو تهران هم فکرم گلهای خیلی خوب بازی بود. بازی خیلی خوب بود. ما 2-1 تیم عراق رو بردیم. من یه گل زدم، یه پاس گلم به علی کریمی دادم. دقیقا همین بازیه. توی استادیوم آن زدی. بازی. تو با چپ زدی. با چپ زدی. که متاسفانه در آخر سمون به بحرین باختیم و آره بحرین گفتی بحرین آره گفتی بحرین میریم سراغ بحرین کلا باشه مشکل داشته آره چند تا تصویر داریم که نشون میده کلا مشکل داشته شما با بحرین. من معمولا سعی میکنم مشکل تو زمین فوتبال نشه باشم ولی واقعا بعد از اون اتفاقی که برای ما در اون بازی افتاد و چون بیشترشون هم فارسی صحبت میکنن، مثلا شماره 14 این تیم که تسلط به زبان فارسی داشت و خیلی از الفاظ خیلی بدی هم استفاده میکرد تو بازی، دقیقاً این بازی ما رفتیم از آقای دایی دفاع کنیم اخراج شدیم و یه بازی خیلی مهم تو اردن بود، من نیومدم با تیم ملی که ما خوشبختانه بازی رو بردیم. بعد از اون ما یه عهدی با خودم کردم که هیچ وقت به این تیم بحرین نبازیم، یعنی این بازی بود که واقعا ما انتقام گرفتیم. 9 نفره ما این تیمو 4-2 بردیم و سوم شدیم. بازی خیلی شیرینی بود. چقدر تیم خوبی داشتیم. این تیم باید قهرمان آسیا میشد. خیلی خوب. این داور لبنانی بازی با چین واقعا خیلی به ما ظلم کرد. بعدش هم این بازی مقدماتی جام جهانی که محمد نصرتی گل زد، این دیگه واقعا خیلی برام شیرین بود. ما بازی آخر اونجا اوت شدیم با بحرین. اینجا تو استادیوم آزادی با 100,000 نفر و 70 میلیون ایرانی که تیم حمایت کردن ما بردیم و رفتیم جام جهانی. واقعا جبران شد. من یکی از بازی‌هایی که خیلی به من چسبیده تو تیم ملی این بازی بود. که بعدش یه کارت زرد گرفتی، بعدش هم اینجوری دوباره رفتی داغون کنی بازیکن حریف و شانس داری اینجوری کارت نداد بهت. آره چون من تنها بازی که متأسفانه خیلی عصبانی بودم همیشه این بازی بود. و حالا شاید هم خاطر همون اتفاقات اون بازی که من فکر کنم همه ایران از اون بازی خیلی ناراحت بودن. آره اون سر بازی سه یکی که منامه من نبودم. آره خیلی همه. اما خب همین دوزا مثلا میدیم ادرکم میشه. باید یه جوری جبران می‌کردیم دیگه. من چون برخورده که با مردم داشتن از اون بازی خیلی جریه دار شده بودن و حالا کسایی که تو اون بازی بودن بعدها هر بازی مقابل بحرین کردن با تمام وجود بازی کردن و ما تمام بازی رو بردیم. آره یه تصویر الان مال سال 2000 من آماده است. تصویر مربوط به سال 2000 مهدی مهدوی کیا. حالا اونو میخوام ببینم. اونم به حال خیلی تورنمنت خوبی نبود برای حالا مهدی. لبنان. آره لبنان دیگه. آره 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 تصویرش رو بچه دارم آماده. متاسفانه تیم ملی آره با آقای جلال طالبی و تیم ملی تورنمنت خوب پشت سر نذاشت. با اینکه ما میتونستیم مراحل بالاتر بیاریم متاسفانه حذف شدیم، ولی در کل من فکر میکنم که زیاد کارمون جالب نبود تو این تورنمنت. حالا برای خود من یه مشکلاتی به وجود اومد که خیلی ها فکر میکردن که حالا دیگه همیشه اون بحث های هاشمی. آره بحث حالا حالا بریم یه کامونو به دوزیم و نمیدونم از این حالا برمیگه از 90 تا 90 بخش دومش رو بچه ها رو در آماده پخش میگم. تصاویر رو دارم از 90 تا 90 رو بریم ببینیم.